بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء. عرض شد که برای افعال الهی میتوان مبادی یا به تعبیر دیگری مراتبی قائل شد. با توجه به اینکه این مراتب و مقدمات از مراتب افعال انسان به دست آمده و مفاهیمی است که در مورد افعال مخلوقات به کار میره، میبایست جهات نقص و جهات عدمیش تجرید بشه و اون معنای تجرید شده به خدای متعال نسبت داده بشه. تا اونجا که خدا توفیق داد فرصتی بود در این زمینه صحبت کرد. و قرائنی هم اشاراتی هم از قرآن راجع به این مطلب به دست آوردیم و به اینجا رسیدیم که یکی از مبادی فعل یا یکی از مراتب فعل الهی علم است و این علم در مقام فعل غیر از علمی است که در مقام ذات الهی است. این یک مفهومی است انتزاعی، میشه گفت زمانی، طبعا حادث. اینا صفاتی است که برای علم فعلی به این معنا ثابت میشه، برخلاف علم ذاتی الهی که هیچ تغییری درش نیست، زمانی نیست و محدودیتی نداره. این نکته رو باید اضافه کنم که منظور از علم در مقام فعل که میگیم این نیست که بعد از این که خدا آدم را آفرید و افعالی انجام داد یک علوم جدیدی براش پیدا شد، یک علمی در مقام ذات داشت، بعد در مقام فعل هم یک علم جدیدی دوباره برای خدا پیدا شد. علمش شد دو تا، سه تا. این در واقع همون تغییر در علم ذاتی است. اگر برای ذات خدا چیزی پیدا بشه که فاقد باشه، در یک زمانی نداشت بعد واجد بشه، این همون است که لازمش نقص و تغییر در ذات الهی است. اینجور نیست که خدا یه چیزی را نداشته باشه بعد واجد بشه. اون چه مربوط به ذات اوست که ذات واجد همه کمالات است، هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. این علم فعلی که گفتیم عرض کردیم که مفهومی است که عقل در مقام مقایسه فعل با ذات الهی انتزاع میکند. یک حقیقت عینی که بر ذات افزوده بشه نیست، شبیه همون مفهوم محاذات و اینها که عرض کردم که مفاهیم اضافی است که وقتی یک طرف حادث باشه به طرف دیگه هم به صفت حدوث نسبت داده میشه. فقط خواستم به این نکته تأکید کنم که معنای دوتا یا سه‌تا علم برای خدا این نیست که وقتی علم سومی پیدا شد علم خدا بیشتر شده و علیاذ بالله نسبت به اون جهل داشته. نه، در ذات خدا فقط همون علم ذاتی هست و اون چی دیگه پیدا میشه در مرحله مخلوق است و انتصابش به ذات به صورت یک مفهوم اضافی و انتزاعی است. یکی از مسائلی که در مورد افعال الهی مطرح میشه
اذن الهی نسبت به کارهاست و به دنبالش قدر و قضا. البته همونطور که در جلسه قبل اشاره کردم، در بعضی روایات داریم که هر چیزی مسبوق به هفت چیزه: علم و اراده و مشیت و قضا و قدر و کتاب و اجل، یا در روایات تعبیرات دیگری هم هست به جای اینا. از این در مجموعه تعبیرات علم را که بحث کردیم، مشیت و اراده هم به مناسبتی صحبت شده. اون چه در اطرافش تا به حال بحث نکردیم و ضرورت داره، مسئله اذن و قدر و قضا. امیدواریم که موفق بشیم در این چند روز آینده این سه بخش را هم به طور اختصار مورد بررسی قرار بدیم و با پایان این بحث بخش خداشناسیمون پایان می‌پذیریم. اما مسئله اذن، مفهوم اذن آنچنان که در عرف ما رایج هست و متفاهم هست اینه که کسی از نظر قانونی حق نداشته باشه در چیزی تصرفی کنه یا کاری انجام بده بدون این که شخص دیگری این کار او را تجویز کنه. مثلا مالکی خانه ای داره، کسی حق نداره در خانه او وارد بشه مگر اینکه صاحب خانه اذن بده. در قرآن هم در آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی آیاتی داریم مربوط به اذن گرفتن، اذن گرفتن از پیغمبر اکرم، اذن گرفتن بچه ها از پدر و مادر موقعی که میخوان در اتاق پدر و مادر وارد بشن، و اذن گرفتن هر کسی وقتی میخواد وارد خانه دیگری بشه. چندین آیه در این باره ها داریم. این اذن به این مفهوم یک معنایی است که از نظر اصطلاحی بهش میگیم اعتباری. گو این که مبتنی بر یک حقیقتی هم هست، اما خود این اذن این مفهومی است، مفهوم حقوقی. تصرف بدون اذن تصرف با اذن، و این مفاهیم از سنخ مفاهیم اعتباری هستند. یعنی وقتی ما میگیم نمیتواند کسی بدون اذن صاحب خانه وارد خانه بشود، این نمیتواند یک امر تکوینی نیست. چرا نمیتونه؟ قدرت بدنی، قدرت فیزیکی داره که پاشو بذاره تو این خونه. نمیتواند یعنی از نظر قانون مجاز نیست. این قانون، این حکم، این یک امر عینی نیست، یک امریست اعتباری. عقلا برای مصالحی اینجور قرار گذاشتند، یک قراردادی، یک اعتباری که نمی باید کسی بدون اذن دیگری در خانش وارد بشه و الا آسایش مردم به هم میخوره. عرض کنم که نظام اجتماعی اختلال درش پدید میاد. از این جهت میگیم این اذن اعتباری یا تشریعی یا قانونی. موارد زیادی هم داره. تصرف فرزند به اذن پدر و مادر، تصرف فرض فرمایید که رعیت به اذن حاکم، به اذن ولی امر،
ولی استعمال اذن در قرآن منحصر به این اذن تشریعی و قانونی و اعتباری نیست. اذن در قرآن موارد استعمالش وسیعی تر از این اصطلاح حقوقی است. یعنی در قرآن اذن تکوینی هم داریم، نه تنها به عنوان قانون و تشریع به خدا اذن نسبت داده میشه، بلکه به عنوان یک امر حقیقی و خارجی هم در مواردی اذن استعمال میشه، مخصوصا در اونجایی که اذن مربوط به موجودی است که شعور نداره، اراده نداره. در مورد اذن قانونی هم اذن دهنده و هم اذن گیرنده باید شعور داشته باشند. شما نمیگید من به این میز اذن دادم که در اینجا توقف کند، مسخره است. میز از شما اذن نمیگیره، شما هم بهش میز اذن نمیدید. اذن باید موجودی باشه که بفهمه. شما بهش بگید اذن دادم به تو، و میگه بسیار خوب، پس با به اذن شما این کار رو انجام میدم. در یه موارد داریم که به اذن خدا عوامل طبیعی کار میکنن، عوامل طبیعی که شعور ندارن. این که خدا به اونها اذن میده که تأثیر بکنن، این اذن قانونی نخواهد بود. اذنی از قبیل تشریع و اعتبار نخواهد بود. این معنای دیگری بود. بنابراین ما میتونیم بگیم مفهوم اذن از نظر قرآن به دو قسم تقسیم میشه: اذن تکوینی و اذن تشریعی. قرآن مدعی است که اون چه در عالم واقع می شود از هر فاعلی و از هر راهی و از هر مجرایی تحقق پیدا کند مشمول اذن عمومی الهی است. یک اذن عامی از خدا نسبت به اون هست و اگر چنین اذنی نبود هیچ چیزی تحقق نمی یافت. وقتی موارد اذن را در قرآن بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم. یه مقدار دقت بیشتر که می‌کنیم می‌بینیم قرآن معتقد است علاوه بر مسئله اذن یک رابطه دیگری هم بین خدا و بین پدیده‌های جهان وجود داره به نام رابطه تقدیر و بالاخره یک رابطه سومی به نام رابطه قضا. غیر از اون که یک رابطه دیگری هم بود و اون رابطه علم بود. خدا از هر چه واقع میشه آگاه است. این رابطه علم است بین خدا و بین حوادث. و میتونیم رابطه دومی را در نظر بگیریم به نام رابطه کتابت، که اون چرا واقعی می شود خدا در یک لوحی، در یک کتابی نوشته است و گویا کلمه سرنوشتم اصلا از همینجا اتخاذ شده. سرنوشت از این مفهوم از اینجا به دست اومده که یک نوشتنی در کار است. یعنی ریشه این کلمه از مفاهیم دینی اخذ شده که کتاب‌های آسمانی چنین تعلیم دادن که خدا حوادث را نوشته است. وقت از این کلمه سرنوشت به معنای تقدیر امروز به کار می‌بریم از اینجا اخذ شده. حالا معنای صحیحش چیه، کجاست؟ انشاءالله در طول این بحث‌هایی که عرض کردم تا حدی روشن خواهد شد. علم و کتاب را گفتیم که کتاب هم یک مرحله‌ای از علم بود. حالا میخوایم اذن و تقدیر و قضا را بررسی کنیم. انشاءالله این جلسه اذن تا
تقدیر و قضا هم برای جلسات بعد. ابتداءً به آیاتی که در مورد اذن هست اشاره میکنیم تا ثابت بشه که این ادعا که اذن در قرآن به دو صورت اطلاق میشه، هم تشریعی و هم تکوینی، ادعای بیدلیلی نباشه. در مورد اذن‌های تشریعی آیات زیادی داریم. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. این یک امر تشریعی است. ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه به اذن خدا مورد اطاعت قرار بگیره. این اذن تشریعی است. یعنی قانونا ما به مردم اجازه دادیم که از پیغمبران اطاعت کنند. متاسفانه این آیه را اتفاقا یادداشت نکردم اینجا. شمارش به نظرم سوره نساء باشه ولی دقیقا نمیدونم، احتمالا حدود آیه 50 تا 60 سوره نساء باشه ولی یقین ندارم. یا مثلا در آغاز تشریع قانون جهاد و دفاع که ابتدا به صورت دفاع تشریع شد، با این آیه تشریع شد: اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیر. کسانی که مورد ستم قرار گرفتن، از خانه‌هاشون و اموالشون اخراج شدن، حالا به اونها اذن داده شد که در مقام دفاع بر بیان. مواقعی بود که مسلمان‌ها قدرت دفاعی به حد معقول نداشتند. دلشون میخواست که با کفار و مشرکین مکه دست و پنجه نرم کنن، مخصوصا هنگامی که مسلمانها را زیر شکنجه های شدید قرار میدادن. گاهی از پیغمبر اکرم اجازه میخواستن که اونها هم دست به یک عملیات حادی بزنن، ولی خدا اجازه نمیداد. کفو ایدیکم و اقیم الصلاه. در اون زمان گفته میشد فعلا دست نگه دارید، کفو ایده، فعلا به خودسازی و انجام وظایف دیگر، نماز، زکات، اینا بپردازید، فعلا تکلیف جهاد به دوش شما نیست. تا مسلمان ها از مکه مهاجرت کردن به مدینه و در اونجا یک پایگاهی برای خودشون به وجود آوردن و قدرت دفاعی پیدا کردن، از اونجا این آیه نازل شد: اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدیر. در سوره حج، ببینم اینو یادداشت کردم، بله، آیه 39 از سوره حج که پشت سرش هم اون آیه است: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فآخرهم. گویا اینها اولین آیاتی باشه که در مقام تشریع دفاع نازل شد. جهاد دفاعی و انتقام گرفتن از کسانی که به مسلمان ها ظلم کرده بودند و مال و جانشون را به خطر انداختند. این اذن تشریعی است، یعنی تا حالا از نظر قانونی شما مجاز نبودید این کارو بکنید، حالا به شما اذن داده شد. موارد زیاد دیگری هم هست که اذن قانونی و تشریعی است. اما اذن تکوینی در سوره اعراف آیه 58 می‌فرماید: والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه. سرزمین خوب، زمین پاکیزه، گیاهش می‌روید به اذن پروردگار. در اینجا مسئله رویش گیاه در زمین مطرح هست. قرآن می فرماید این کار به اذن خدا انجام می گیره. فاعل در اینجا چیه؟ فرض کنید گیاه هست که می روید یا زمین هست که می رویاند به یک معنا، یا آب هست که از آسمان نازل می شه و کمک به رویش گیاه می کنه. این عوامل هم دیگه که مؤثر در پیدایش و رشد گیاه هست. قرآن می فرماید این کارها به اذن خدا انجام می گیره.
اگر خدا به زمین اذن نداده بود، به ابر اذن نداده بود که ببارد، به دانه اذن نداده بود که بروید، رویش گیاه تحقق نمی‌یافت. این اذن قانونی است، یعنی پیغمبر نازل کرده که ای ابر تو نباید بباری، ای زمین تو نباید شکافته شوی، ای گیاه تو نباید برویی. نه، این اذن قانونی نیست، این جای قانون گذاری نیست. زمین و ماه و خورشید اینا شعور ندارن که بهش براشون قانونی وضع بشه. این اذن تکوینی است. حالا یعنی چه اذن تکوینی؟ فعلا اصلش رو بدانیم که چنین چیزی هست تا در مقام توضیحش بدیم. این یه نمونه. یه نمونه دیگه در تأثیر سحره. قرآن ذکر فرموده مواردی سحر تأثیراتی داشته. قدر متعدن از تأثیر سحر چشمبندی، یعنی کسانی تصور میکنند، چنین میپندارند که یک آثاری در جهان واقع میشه و واقعیت نداره، ولی خود این یه اثری است دیگه، یه کاری بکنه که خیالی در کسی پیدا بشه. در مورد سحر فرعونیان در قرآن داریم که یخیل و الیهم الیه من سحرهم انها تسعا، به نظر اونها چنین می آمد، چنین می پنداشتن که این ریسمان ها و چوب هایی که به صورت سحر انداخته بودن، به نظرشون می آمد که اینها داره حرکت میکنه. یخیل و الیهم، تعبیر قرآن جوری نشان میده که این سحر سحره فرعون از قبیل چشمندی بوده، کاری میکردن که به نظر طرف چنین بیاد. ولی خب در حالی هم یه تأثیری، یه کاری میکردن که چنین اثری را داشت. در داستان دیگری قرآن راجع به هاروت و ماروت سخن میگه که اینها تعلیم سحر میدادن به مردم. بعد اضافه میکنه که و ما هم بضارین بهی من احد الا باذن الله، در سوره بقره آیه 102 میفرماید سحر بدون اذن خدا تأثیری نمیزنه، ضرری به کسی نمیزنه، اگر ضرری بزند به اذن خدا. خب این اذن خدا در اینجا اذن قانونی یا اذن تکوینی؟ مسلما اینجا مسئله قانون مطرح نیست. سحر که شعور نداره، تکلیف نداره تا ضرر بزنه به کسی یا نزنه، اینجا اذن تکوینی. در مورد امور انسان هم باز آیاتی داریم که پدیده‌های انسانی به اذن خدا تحقق پیدا می‌کنند و از جمله مرگ انسان. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، موت هر کسی به اذن خدا تحقق پیدا می‌کنه، در آیه 145 از سوره آل عمران. بالاتر از این هم داریم و آن این است که حتی افعال اختیاری انسان بدون اذن خدا تحقق پیدا نمی کنه. نمونش ایمان. قرآن میگه کسی بدون اذن خدا ایمان نمیاره. هر کس ایمان دارد با اذن خدا ایمان آورده. در سوره یونس آیه 100 و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، برای هیچ کس نیست که ایمان بیاورد مگر به اذن خدا. یعنی ایمان مردم هم، هر مؤمنی که ایمان آورده، این منوط به اذن الهی بوده. اذن تکوینی یا تشریعی؟ اینجا هم اذن تکوینی است، ولی اذن تشریعی که برای همه کس هست، برای کفار هم هست که ایمان بیاره، دستور هم هست. اما اونایی که ایمان میارند، ایمانشون منوط به اذن خداست.
از مجموع این آیات که باز نمونه های فراوان دیگری هم داره به دست میاد که خدا میخواد با این تعبیر به ما بفهماند که رابطه جهان با خدا به اون گونه نیست که از تحت قدرت و اراده خدا خارج باشید. این طور نیست که خدا جهان را که آفریده دیگه از دستش در رفته هرچی میخواد بشه. نه، تمام جهان در تمام حالات در دست اوست. این قدرت و اراده اوست که در جهان ظاهر میشه. آنچنان نیست که کسی علی رغم اراده خدا بتونه بر خدا غالب بشه و بجنگه و چیزی بر خلاف اراده تکوینی الهی و اذن الهی انجام بده. اونهایی که در مقام ستیز با راه حق و راه انبیا که همون راه خداست برآمدند، اینجور نیست که اینا دست و پنجه با خدا نرم میکنن، کشتی میگیرن با خدا. گاهی خدا غالب میشه، گاهی بندگان، اونطور که تورات فعلی برای ما منعکس میکنه. تورات خدا را اینجور معرفی میکنه که خدا از کار خودش پشیمون شد وقتی انسان را آفرید. خدا از آسمان میاد روی زمین با حضرت یعقوب کشتی میگیره. حضرت یعقوب خدا را میزنه زمین و میشینه رو سینه‌اش. خدا را اینجوری معرفی میکنه تورات، یه موجودی که در حد انسان است، گاهی هم از انسان ضعیف‌تره، حتی وقتی کشتی میگیره با انسان یکی از مخلوقاتی میخوره زمین و نمیتونه بلند شه. قرآن درست در مقابل این مواضع کفرآمیز و این نسبت‌های ناروایی که به مقام الهی داده شده، که البته در کتاب اصلی تورات چنین چیزهایی نبوده، اینا تحریفاتی است که در تورات شده، در مقابل اینها عنایتی داره به این که به مردم بفهمونه که کار از دست خدا در نرفته. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها میگفتن دستای خدا بسته است دیگه، دیگه نمیتونه کاری انجام بده. کار دست یا عوامل طبیعت است، یا مشرکین میگفتن دست شرکای خدا، ارباب ربهایی هستن که اینا موثرن، خدا دیگه کاری نیست. او این ارباب را آفریده و مسلط کرده بر جهان، دیگه حالا خودش هم نمیتونه جلوشون رو بگیره. قرآن در چنین مواضعی یک موضع بسیار محکمی داره و روش پافشاری میکنه و با آهنگهای گوناگون به خورد مردم میره که قدرت و اراده الهی از هیچ چیزی جدا نیست. هر جا هر چه تحقق پیدا کند در کادر قدرت و اراده الهی، بلکه میخواد بشر رو از این بالاتر ببره و برسونه به در مورد افعال به توحید افعالی، که توحید افعالی را قبلا اصطلاحش عرض کرده بود. میخواد در سایه تعلیم و تربیت انسان مؤمن به گونه ای بشه که استقلال در تأثیر را از آن خدا ببینه. سایر موجودات قابل مقایسه نباشند در نظر او با خدا. مدبر جهان را در تمام ابعاد و شؤون دست لایزال الهی ببینید. و این واقعیتی و میباید انسان مؤمن بهش برسه. اما چگونه باید انسانی که استقلال ها را از آن خود و از آن طبیعت میبیند و میداند به چنین مرحله ای میتوان ترقی داد؟ ما خودمون را مستقل میدونیم، احتیاجی به خدا در خودمون احساس نمیکنیم. ما این که میگوییم، ما این که میشنویم، ما این که میخوریم، ما این که میخوابیم و در هیچ کدوم از اینا احتیاجی به خدا در خودمون احساس نمیکنیم. بلکه ما این که عالم را زیر رو میکنیم، میجنگیم، از گرم که ستارگان را تسخیر میکنیم، فضا را تسخیر میکنیم،
در این کارا هیچ احتیاجی به خدا احساس نمی کنیم. پس بشر هم خودش را و هم عوامل طبیعت را مستقل در تأثیر می بیند. با این نظر سطحی هیچ جایی دست خدا را نمی بیند و قرآن درست می خواد انسان مؤمن را اونچنان تربیت کند و به حدی از بینش برساند که همه جا دست خدا را ببیند، بلکه هر دستی را در شعاع دست او تماشا کند. اونجا که دست اوست جای دست دیگری نمید. این است که قرآن یک عنایت خاصی داره در تعبیراتش، در اسلوبهای بیانش، به اینکه کارها را به خدا نسبت میده در شکل‌های مختلف. یا اون چه واقع می شود به اذن خدا. این کمترین چیزی است که در رابطه توحید افعالی مطرح. یعنی انسان مؤمن وقتی میخواد در معرفت توحیدی ترقی کنه، اولین مرحله‌ای که بهش میرسه اینه که باید این اندازه را بفهمد و درک کند و در مقام تجربه هم بیابد که اون چه واقع می شود بی اذن خدا نیست. یعنی به گونه ایست که اگر خدا بخواد جلوشو می گیره، از دست خدا در نرفت. اگر به کسانی مجالی میده، میدانی میده که چند سباهی تاخت و تاز بکنن، این به این معنا نیست که از تحت قدرت او خارج شده و دیگه نمیتونه جلوشونو بگیره. نه، این یک تدبیری است. او خواسته که انسان چند سباهی میدانی به دست بیاره و تاخت و تازی بکنه تا خودشو نشون بده که چه کاره هست. چنین نیست که خدا مغلوب شده. ما نباید فکر کنیم که اگر یک چند زمان چند سباهی حکومت‌های طاغوتی بر کشورهای مسلط شدن، اینها بر خدا غالب شدن علیاذ بالله. نه، خدا با اراده خودش به اینها مجال داده تا آزمایش بشن، هم جامعه آزمایش بشن هم این افراد. این به اذن خدا واقع شده. اگه خدا نمیخواست، اذن نمیداد، جلویش رو میگیره، پدرش رو در میآورد، با یک پشه نمرودی را از بین میبره. برای خدا کاری نداره. پس این مهلت هایی که به کسانی داده میشه، نباید ما فکر کنیم که اینها بر خدا غالب شدن، اینجا خدا زمین خورده. مثل اینکه یهودی ها فکر میکردن به اثر این تعلیم تورات فعلی که یعقوب بر خدا غالب میشه. حالا اونجا که بنده خود خدا بود، یعقوب به اثر تعلیم تورات میخواست از خدا لقب بگیره، لقب اسرائیل. فرض کنم که و قوت و برکت از خدا دریافت بگیره، اون برکاتی که خدا به پدرانش ابراهیم و اسحاق داده بود، خدا هم نمیداد بهش. تا بالاخره یقه خدا رو گرفت و زد زمین و نشست و سینهش، گفت یا به من میدی یا ولت نمی کنم. خدا گفت ولم کن، الان هوا روشن میشه، بندگانم میان منو میبینن که زیر دست تو هستم. گفت پس به من هم همون برکتی رو بده که به ابراهیم و اسحاق داده بود، و به این وسیله به زور از خدا مقامات رو گرفت. اینا اینجوری خدا رو تحسین میکنن. قرآن میخواد بفرماید که شما فکر نکنید که یک موجودی، یک مخلوقی بر خدا غالب بشه. این چه فکر احمقانه ای. هر کس هر چه دارد از خدا داره. اون وقت کسی قدرتی، نیروی را که از خدا دریافت کرده، اینا به خرج خدا میده و بر او غالب میشه؟ آیا ممکن است در ملک الهی، در عالمی که سراسر پهنه سلطنت الهی، چیزی واقع بشه بدون اذن خدا؟ پس هر چه در سراسر جهان واقع میشه، در هر شکلی، در هر زمانی، از هر موجودی، دست کم این را باید بفهمیم که خدا تکوینن اذن داده، جلویشون را باز گذاشته که این کار را بکنن. به آتش
اذن سوزاندن، به خورشید اذن نورافشانی، به ابر اذن باریدن، به گیاه اذن رویدن، به زمین اذن شکافته شدن، داده که میکنه که میشود. اگه خدا نمیخواد اذن نمیداد، این تأثیر را در این عوامل قرار نمیداد که روش رو میگرفت. این اولین پایه معرفت توحیدی در رابطه با افعال است، که افعال الهی، افعال همه با اذن خدا انجام میگیره، چیزی خارج از ایده اذن نیست. ولی قرآن به این اندازه اکتفا نمیکنه، سعی میکنه که مرتبه مرتبه، پله به پله معرفت ما را بالاتر ببره. به ما میفهماند که اینکه گفتیم همه چیز به اذن خداست، انحصار به یک نوع از عوامل نداره، هم شامل طبیعت بی جان میشه، هم جاندار، و حتی انسان و حتی افعال اختیاری انسان هم مشمول این اذن تکوینی هست. حتی اون بنده ای که معصیت میکند، این معصیتش مشمول اذن تکوینی هست، گو این که مشمول اذن تشریعی نیست. یعنی خدا قانونن اجازه نداده که معصیت کنه، اما تکوینن اجازه داده، قدرتشو بهش داده، او را مختار آفریده تا اگرم میخواد معصیت کنه معصیت کنه. نه، خدا چنین قدرتی را به او داده. پس با دادن این قدرت اذن تکوینی داده بهش، تو میتونی این کار را انجام بدی تکوینن، ولی قانونن گفته این کارا نکن. این دوتا مسئله در ابتدا در اذن مطرح میشه، بعد در مشیت و اراده و جاهای دیگه هم مطرح میشه، که باید به این توجه داشته باشیم. فرق است بین اذن تکوینی و تشریعی، فرق است بین مشیت تکوینی و مشیت تشریعی، فرق است بین اراده تکوینی و اراده تشریعی. همه چیز به اذن و مشیت و اراده الهی واقع می شود. کدام اذن؟ اذن تکوینی، مشیت تکوینی، اراده تکوینی. یعنی خدا قدرت تأثیر را به انسان و سایر عوامل داده است که این آثار را از خودشون بروز برسانند. این همون اذن تکوینی خداست. حتی معصیت های انسان هم با اذن تکوینی خدا انجام میگیره، یعنی خدا قدرت معصیت کردن بهش داده که میکنه. اگر این قدرت ها خدا بهش نمیداد، معصیت تحقق پیدا نمیکرد. پس حتی معاصی مشمول اذن تکوینی هست، ولی چون انسان موجود مختاری است، خدا راهنماییش فرموده، قانون براش فرض کرده. در بعضی جاها قانونا هم اذن داده که انجام بده. احل لکم الطیبات، اذن لکم، همچار اینها، اذن للذین یقاتلون، این اذن تشریعی هم هست. در بعض جاها اذن تکوینی هست، قدرت عمل هست، اما اذن تشریعی نیست، قانونا ممنوعه. اینم درباره مشیت و اراده هم همین تقسیم وجود داره، اراده تکوینی، اراده تشریعی. همه چیز با مشیت و اراده تکوینی الهی واقع میشه، اما همه چیز با مشیت و اراده تشریعی خدا واقع نمیشه. تنها اون چیزهایی که موافق قوانین الهی هست بر طبق اراده و مشیت تشریعی است، اما همه چیز طبق اراده و مشیت تکوینی هست، و هیچ چیزی نیست که بر خلاف اراده تکوینی خدا و مشیت تکوینی خدا و اذن تکوینی خدا در عالم تحقق پیدا کند. در واقع این نحو آموزش، این نحو تعلیم که قرآن اصرار میکنه همه چیز با اذن خدا واقع میشه، اسلوبی است در آموزش توحید افعالی، که اندک اندک انسان با به حقیقت توحید نزدیک کنه. اول میگه با اذن واقع میشه، بعد میگه با مشیت واقع میشه. میگه مبادا بگید فردا فلان کاری را خواهم کرد مگر اینکه خدا بخواد.
این ادبی که در بین مسلمان ها مرسومه که وقتی راجع به آینده صحبت می کنن میگن انشاءالله. این صرفه یه تشریفات نیست، خدا به پیغمبرش میگه، میگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله. مبادا تو بگی به طور جزم من حتما فردا فلان کار خواهم کرد. بنده در مقابل خدا باید خودش را عاجزتر ببیند از این که بتواند برای آینده تصمیم قطعی بگیره. تو چه میدونی فردا چه خواهد شد؟ شاید اراده خدا بر چیز دیگری تعلق گرفته. من فردا حتما مسافرت خواهم کرد. بیشتر ساعت شما رفتید در هواپیما، در سالن انتظار نشستید، یهو اعلام میشه که هواپیما 2 ساعت تاخیر داره، بعد از 2 ساعت هم اعلام میشه که 12 ساعت تاخیر. شما تصمیم قطعی گرفته بودید، اما مگه همه چیز در اختیار شما؟ همه اسباب فعل که در اختیار ما نیست، شرایط فعل که همه چیز تابع اراده ما نیست. بالاترش، مگه حیات ما در اختیار خودمونه؟ کی میدونه که تا 1 ساعت دیگه زنده هست تا بتونه برای 1 ساعت دیگه تصمیم بگیری؟ کسی که موحد هست، دست خدا را همه جا میبیند، تدبیر خدا را در همه جا میبیند، به خودش اجازه نمیده که مستقلا تصمیم بگیره. این مسئله ایست که در توحید مطرح میشه و مسئله ایست خیلی فراتر از اعتماد به نفسی که در روانشناسی مطرح میشه. حالا فقط خواستم اشاره بکنم بیم، شاید یه مسئله دیگه هم اشاره کرده بودم در یه جایی. در روانشناسی مسئله خداشناسی مطرح نیست. یه روانشناسی که در دست ما هست یه روانشناسیه حرف کنم که آهنگ ماتریالیستیش خیلی بیشتر از آهنگ الهیشی، اگه در بعضی جاها آهنگ الهی داشته باشه. یعنی اونجا اصلا مسئله اراده خدا و این حرفا که مطرح نیست. صحبت سر این هست که انسان آیا باید به خودش متکی باشه یا به دیگران. البته اونم مسئله روانشناسی اصیل هم نیست، کاربرد روانشناسی. خب در اینجا میگیم که آدم باید اعتماد به نفس داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی به خودش متکی باشه، جرأت عمل داشته باشه، منتظر نباشه دیگران براش کار بکنن. یک حالت روانی در انسان به وجود میاد در اثر تلقین و آموزش های خاص که آدم خودش را قادر بر عمل میبیند، خود کمبین نمیشه. بعضی هستن جرأت اقدام نداره، ولی آدم باید جری باشه در مقابل یک کاری که انجام میشه به خودش ببیند که این کار از او ساخته است. کسانی که این حالت درشون نباشه همیشه در زندگی عقب میمونه. این یک معنا و یک معنای اخلاقی داره که آدم در زندگیش باید بار خودش بکشه، منتظر نباشه دیگران برای او کار بکنن. داستان بلدرچین، تا منتظر دیگران باشه کاری انجام نمیشه. هر وقت خودش آستینا رو زد بالا، اون وقت امید این که موفق بشه هست. این هم یه مسئله از نظر اخلاقی، ولی مسئله اعتماد به خدا و توکل بر خدا فوق این هاست. اون یه حساب دیگری. انسان موحد نه تنها به بندگان خدا اعتماد نمی کنه، به خودش هم اعتماد نمی کنه. همیشه چشمش پیش خداست. اعتماد میکنه بر نیرویی که فوق انسانها و فوق خودش و فوق همه قوانین طبیعت و نیروهای جهان. این اعتماد برای انسان توانایی بیشتر ایجاد میکنه. من هر قدر بخوام اعتماد به نفس داشته باشم، خودم یه نیروی محدودی دارم که بی نهایت نیرو که ندارم، بالاخره به یه جایی میرسم که دیگه ناامید میشم، دیگه کاری از من ساخته نیست. به هر انسان دیگری متکی باشم، بالاخره مجموع نیروی انسانها هم متناهی خواهد بود. نامتناهی که نیست.
اما کسی که متکی به نیروی نامتناهی الهی است هیچ وقت احساس شکست نمی‌کنه، چون هیچ نیروی در مقابل اون مقاومت نمی‌کنه. موحد اینجوری ساخته میشه، اون وقت میگه والله از هیچ چیز نترسیدم، در عمرم از چیزی نترسیدم. اگه به نیروی خودش باشی که همون کلام اول میترسید. کسی میتونه این حرفا بزنه که متکی به نیروی الهی باشی؟ هر جا سخن میگه میگه خدا کرد، یک جا نمیگه من کردم. این دینش، این اتکای روحی آدمو شکست ناپذیر میکنه. اما هر قد اعتماد به نفس داشته باشه آدم بالاخره شکست میخوره. مگه نیروی های هر فردی چقدره؟ پس اعتماد به الله، توکل بر خدا مطلبی خیلی بالاتر از اعتماد به نفسی که به ما تعلیم میدن. موحد اینجوری میشه، کارها رو همه از خدا میکنه. یک تدبیر عظیم فراگیر بی نهایت بر کل جهان حاکم است که خود انسان و همه انسانها یک مهره بسیار کوچکی در این دستگاه عظیم تدبیر الهی قرار میگیره. آیا یه همچون مهره میتونه به خودش متکی باشه صرف نظر از پیوندهایی که با موجودات دیگه داره و صرف نظر از اون اراده قاهری که بر او مسلطه؟ وقتی خدا را شناخت همیشه چشمش پیش خدا از اون میگه، اراد تصمیم میگیره، فکر میکنه، تصمیم برای آینده میگیره، نقشه میکشه، اما باز هم میگه ان شاء الله، اگه خدا بخواد. اگه مشیت خدا نباشه من در مقابل مشیت خدا که نمیتونم مقاومت کنم. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، مشیت شما بدون مشیت الهی تحقق پیدا نمی‌کنه. مشیت شما هم چیزی است که متعلق مشیت خداست. خدا خواسته که شما بخواهید و مشیت داشته باشید. اگر خدا نمی‌خواست به شما مشیت نمی‌داد، اختیار نمی‌داد، آزادی فکر و عمل نمی‌داد. پس همین آزادی که دارید، این اختیاری که دارید، انتخابی که میکنید، خود این متعلق مشیت خداست. خدا خواسته است که شما بخواهید و بتوانید اعمال اراده و اختیار بکنید. برای آینده وقتی شما میخواد تصمیم بگیرید همه کاراتون رو بکنید، فکرها، اندیشه ها، نقشه ها، حسابرسی ها، همه این کارا بشه، اما دلتون متوجه به خدا باشه. اوست که باید توفیق عمل به شما بده، نقشه شما را پیروز کنه. اگه این حالت در آدم پیدا شد این شکست نمیخواد، اگر نشد همیشه مثل یک خس و خاشاکی در دست امواج خروشان دریای بی پایان و بی کران عوامل جهان. وقتی خودش را متصل به اراده خدا کرد، در شعاع اراده او قرار داد، نه شکست میخوره و نه تزلزل و اضطراب درش پیدا میشه. اون چه خدا میخواد میشه. بر خلاف اراده او نه من میتونم کاری انجام بدم و نه هیچ کسی دیگه. برای اینکه انسان به سوی این معرفت و این مقام توحیدی سیر بکنه، مراتبی رو باید بگذرونه. اولش توجه پیدا کردن به این است که چیزی بی اذن خدا نمیشه. مراتب بعدیش توجه به تقدیر و قضا است که انشاءالله در جلسات آینده مورد بحث قرار خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد.